ما بناس کاری بکنی؟ عمل که الحمدلله ما رو معاف کردی، که معاف نکردم عزیزم، خواهش میکنم حرف من نری جایی نقل بکنی، آبروی حیثیت و هیئت بره. ما هر کاری میتونی انجام بده، هر کاری میتونی بده ترک بکن. مسئولی اگر کار خوب نکنی، کار بد بکنی. این من نفی نکردم، ولی انسان غالبا عملی رو انجام میده که براش معرفت و محبت لازم داشته باشه. معرفت و محبت هم که از طرف خدا میاد، غالبا اینطوریه دیگه. تو هم معرفت و محبت ماشاءالله خیلی زیاد داری، ولی چی کارت کنم، انسانی دیگه. تو میگی وقتی من خیلی پول داشتم بخشش میکنم، کم پول داشته باشم بخشش نمیکنم. اینجوری روحیت، من چیکارت کنم عزیز دلم؟ وقتی خیلی معرفت داشتم، خیلی محبت داشتم، نماز شب میخونم، خیلی کارهای خوب انجام میدم. خب عزیزم وقتی شما اینجوری هستی، من چیکار کنم؟ من تو باید معرفت خیلی زیاد داشته باشی دیگه. خب این معرفت خیلی زیادم بعد از آسمون بالا بیاد. وقتی این معرفت و محبت و خدا باید بده که تو با معرفت و با محبت حسابی بشی، وقتی معرفت و محبت حسابی پیدا کردی رفتار انجام میدی، پس چه کاری به عهده شما میمونه؟ آرامش تو حفظ کن. یه مدتی دوستان تمرین کنن، خدا شاهده این گفتگوی ما ایام ماه صفر، ایام شهادت 3 ساله ابا عبدالله الحسین در کل عمرت برات جاودانه خواهد موند و خواهی گفت اون روزایی که ماه صفر میگن نحسه، اما به برکت ابا عبدالله حسین و بچه های امام حسین نه تنها نحوست برای ما نداشت، بلکه چه برکتی کرد مجلس امام حسین برای ما. روال زندگی ما تغییر کرد. صلِّ على محمد وآل